درود فراوان پوران پور اقبال هستم مشاور بالینی جامعه شناس و امروز قسمت دیگه از برنامه بهداشت روان رو در آریا تیوی اجرا میکنیم و موضوع صحبت امروز هستش چگونگی انتخاب همسر و یا مسائل پیش از ازدواج با ما باشید از من پرسش شده که خب حالا ما چجوری بدونیم که فردی که میخوایم باهاش ازدواج کنیم فرد مناسب است و معمولا خیلی از عزیزانی که میان پیش من برای جلسات مشاوره وقتی میان که خب ازدواج کردن بچه هم دارن احیانن و اینکه وقتی نگاه میکنیم به گذشته میبینن که واو یه سری علائم اون موقع وجود داشت که اگر تشخیص داده بودن که اون رابطه که دارن واردش میشن درست نیست شاید اون موقع خیلی همه چی عوض میشد ولی خب اینطوری نبوده حالا چه علائمی ما نیاز داریم بدونیم که قبل از ازدواج بهش توجه بکنیم یه مقدار مسئله اعتماد به نفس به خود رو فکر می کنم بیشتر باید بهش دقت کنیم ببینیم که آیا تو این رابطه ای که ما قرار گرفتیم و قرار است به ازدواج برسه آیا ما این قدرت رو داریم که بیان بکنیم چی میخوایم چی نمیخوایم چه توقعاتی از دیگری داریم چه به اصطلاح داریم و چه موقعاتی نداریم چه جوری هستش که میتونیم به دیگری اعتماد بکنیم چه جوری هستش که فرد دیگر میتونه اشتراک داشته باشه تو زندگی که ما میخوایم داشته باشیم مثلا اشتراک مثلا ما اون کجا هستش ما به چه دلیلی میخوایم با هم ازدواج کنیم فکر میکنم اگر تو موقعیت این هستین که پیش از ازدواجین یه قلم و خودکار بردارین قلم و کاغذ بردارین و این سوال هایی که میگم بر خودتون یادداشت بکنین و جواب بدین از خودتون بپرسین من فردی که میخوام باشه ازدواج بکنم به چه دلیلی این گرایش بر من به وجود اومده چی هست توی این فرد که من خوشم میاد چی هست که توی این فرد که به من احساس آرامش و امنیت میده و اطمینان میده که یک عمر میتونم در کنارش زندگی خوبی داشته باشم چی هست تو این فرد که به من این باور رو میده که من خوب هستم کافی هستم و ایشون با من میمونه و چقدر از خودتون میتونین این پرسش رو بکنین که من چقدر میخوام توی این زندگی انرژی بذارم آیا باورهای شما برای ازدواج سالم چی هستش آیا باور این رو دارین که هر دو نفر میتونین تو زندگی کوشا باشین همراه باشین و یه زندگی بسازین اصلا چه مسائلی بین خانواده ها هستش که احیانا شما رو خوشحال میکنه ناراحت میکنه یا این که نیاز به توجه داره این سوال ها من فکر میکنم خیلی مهم باشه سوال این که خب من اگر توی شکست احساسی قبلا قرار گرفتم قبل از, این از قبل از این رابطه الان چجوری میتونم اون, اون شکست احساسی رو از خودم دور بکنم و اون مسائل رو وارد این زندگی نکنم آیا میشه با خودمون یه مقدار واقعا واقع بینانه تر صحبت بکنیم ببینیم که کیفیت این رابطه احساسی ما چی هستش آیا امیدوار هستیم که عشق و علاقه و به توجه و احترام به هم دیگه میتونیم داشته باشیم آیا میتونیم دقت بکنیم که خانواده ها هر دو طرف جای خودشون باشن با احترام باشون برخورد بشه و خیلی نخواین که مسئله خانواده ها رو پدر من مادر من مادر شما مادر ایشون رو تو زندگی وارد بکنیم و چقدر پدر مادر هر دو نفر شما توی زندگی شما تصمیم میگیرن و اینها مسائلی است که یک عمر ما باید بعدا جوابگو باشیم اگر بهشون توجه نکنیم از خودتون سوال بکنید تو این رابطه که من هستم چه کسی امور, امور, رو داره کنترل میکنه تصمیم برای بیرون رفتن تصمیم برای نشستن بلند شدن با دیگری برخورد کردن هر چیزی که میخوام بخرم کی داره تصمیم میگیره آیا تصمیم مشترک هستش یا یعنی اینکه یه نفر همیشه داره تصمیم گیری میکنه و آیا به اصطلاح توی این رابطه ای که هستین آیا احساس امنیت و آرامش میکنین که به این فرد همه چی رو در, مورد خودتون بگین و گاهی اوقات هم این رو باید توجه بکنیم که آیا مورد بازخواست و به پرسش قرار میگیرین که مش... توی روابط قبلی اه, چی بوده چی نبوده مسائل چگونه بوده خب اینها نکات خیلی ظریفی هست به نظر من که باید بهش دقت بشه آیا شما وابستگی احساسی یا را با دیگری حالا مثل خانواده خودتون باشه خواهر برادر دوستان آیا وابستگی احساسی اینجا وجود داره که بعد از ازدواج باعث بشه که شما رو به تنش بندازه نگرانتون کنه که فکر کنین که وا از اون افرادی که اینقدر وابستگی احساسی بهشون داشتین دور شدین آیا به اصطلاح تعهد توی ازدواج مثل باور دارین آیا تعهد به این که من با یک نفر میمونم و دیدتون نسبت به این که دیگری با جنس مخالف برخورد داشته باشه چگونه هستش و اینها همه سوالهای سختی است که جواب دادنش گاهی اوقات خیلی طول میکشه ولی اگر این کار رو بکنین بعدها حس بهتری خواهید داشت و میتونید تصمیم مشترک خوبی داشته باشین برای ازدواج من یه مثالی میخوام بزنم از زوجی که حالا خیلی فقط سربسته بگم که سالهای سال با هم زندگی کردن یا می کردن و وقتی که تو جلسه یادشون اومد که چه مسائلی روزهای اول مطرح بوده به این نتیجه رسیدن که اگر اون موقع فهمیده بودن که این رابطه کار نمیکنه خیلی بهتر میشد رابطه چه جوری بوده پر از تنش پر از نگرانی پر از این حرف این که حالا مهریه چی جهاز چی خرج چی خانواده من اینو میخواد خانواده ایشون اونو میخواد پر از تنش و نگرانی و ناراحتی و هر روز دعوا و مشاجره اینا همه پیش از ازدواج و یعنی قراره که اگر ما میخوایم ازدواج بکنیم حال روز خوبی داشته باشیم یه زندگی شادی داشته باشیم شادی به وجود بیاد اون ازدواج اون عروسی گرفتن اون جشن قراره که یک مثلا روز خوبی باشه برای دو نفر و خانواده ها ولی متاسفانه حتی فکر کردن به اینه که اون جشن چگونه میخواد برقرار بشه گل کدومه و کیک کدومه و خانواده ها چی بپوشن و چی کار بکنن انگار که یک سردرد بزرگی میشه واسه همه و اینها همه برنامه ریزی میخواد دید میخواد صحبت کردن میخواد توافق میخواد و خب خیلی مهمه که این نکات رو ما بتونیم در نظر بگیریم که خب من حالا توی این ازدواج میخوام وارد بشم واقعا چقدر میتونم کوتاه بیام چقدر میتونم بشنوم چقدر میتونم نیم من باشم به جای من بودن چقدر میتونم گفتگوی سالم داشته باشم با به همسرم با کسی که میخوام توی رابطه ازدواج قرار باش بگیرم نمیدونم یادتون میاد یا نه قصه شهر قصه داستان خالسوسکه که میاد و از هر کسی که بهش میرسه سوال میکنه که من اگه زنت بشم یه روزی دوام بشه تو منو با چی میزنی فکر میکنم پرسش خیلی خوبی بود اون موقع این فیلم درست شد میگه تو منو با چی میزنی حالا البته دید اون موقع این بوده که حتما اگه دوام بشه تو منو میزنی ولی به هر حال این پرسش رو میکنیم با چی میزنی لاقل با یه چیزی بزنی که یه خورده کمتر دردم بیاد و حالا شاید این روز روزگار ما بخوایم این پرسش رو بکنیم پیش از ازدواج که اگه دعوامون بشه چه اتفاقی میفته تو چجوری میتونی خودت رو آروم بکنی وقتی که عصبانی هستی من چجوری میتونم خودم رو آروم بکنم وقتی که نگرانم مضطربم فکر میکنم که ممکنه همسرم یا کسی که دارم میخوام باهاش ازدواج بکنم منو ترد بکنه رد بکنه و اصلا تمام برخورد هایی که پیش میاد تو زندگی روزمره آیا اینها به عنوان این دیده میشه که یه حس خطری به شما بده که واو این فرد میخواد منو ترد بکنه چشمش پیش دیگری هستش جای دیگر رو داره نگاه میکنه حواسش جای دیگه است و با من نیست اینها همه خیلی نکات دقیق و مسائل ریزی هستش که معمولا پیش از ازدواج افراد بهش توجه نمیکنن چرا چون یه باور قدیمی وجود داره که میگیم حالا بز ازدواج کنم درستش میکنم ولی این حرف دیگه کار نمیکنه و هیچ وقت کار نمیکرده هیچ وقت ما نمیتونیم کسی رو تغییر بدیم اگر خودش نخواد اونجوری که بخواد که تغییر بکنه ما هرگز هرگز نمیتونیم کسی رو تغییر بدیم و این باور غلطه که حالا بذار ازدواج کنم بعدا درست میشه همه چی نه خیلی. قرار نیست که چیزی همینجوری درست بشه حالا اون دوران اون زمان ها گذشت به تو سن های ما یا پدر مادر های ما که سازشی وجود داشت بر شرایط دیگه ای بود محیط محیط دیگه ای بود دوران دیگه ای بود ولی الان متاسفانه اون روزها گذشته پس چند تا نکته خیلی مهم به حد مرز نگاه بکنین پرسش بکنین از خودتون پرسش پرسش رو با دقت و با به صلاح صداقت پاسخ بدین و نگاه بکنین ببینین که آیا داریم ریزی برای یک شب میکنین شب عروسی یا یک عمر اگه برای یک عمر حتما پرسشاتون رو بهتر جواب میدین موفق باشین عزیزان روز روز کار